سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. توی سرویس 10000 تای موتورامون متوجه یه نکته شدیم. اینجا رو بگید. همون جوری که میبینید خورشیدی عقب موتور من داره لغ میزنه و این اصلا خوب نیست. امروز میخوام بهتون نشون بدم که چجوری باید این مشکل رو رفع کنیم. بزن که بریم. کوروش هستم و شما یکی از ویدیوهای کانال موتو توریست رو میبینید. اگه بار اولتونه که به کانال ما سر میزنید، ما به صورت هفتگی ویلاگ‌های از سفرهامون، نقد و بررسی موتورسیکلت و نحوه نگهداری موتورسیکلت منتشر میکنیم. بهتون پیشنهاد میکنم همین الان کانال ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله بغلش هم بزنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. برای دسترسی به بوردرینگ چرخ عقب، باید من کل چرخ عقب رو بیارم بیرون. خبر بدم اینه که بنلی تیارکی جاک وسط نداره و منم اینجا دست تنها، از طرف دیگه استندم ندارم که بتونم بخوام موتورمو صاف نگه دارم. پس باید موتورمو بخوابونم. برو که بریم. آچار 19 و چرخ عقب رو میخوام باز کنم. همیشه وقتی یه پیچ رو باز میکنید واشر و موتش رو ببندید که گم نشه. میذارمش کنار. زنجیرش هم باز میکنم و میذارم اینجا و به راحتی چرخ عقب رو باز میکنم. ببینیم مشکل از کجاست دقیقاً. اینو باز میکنم. توی این یه دونه بوربرینگ داریم، احتمالا این لغ شده. با یه دونه پیشگوشتی کاسه نمدش رو باز میکنم و اینم از بوربرینگمون که ظاهرا سالمه. برای تست این قضیه باید دستتون رو بذارید اینجا و تکون بدید. اگه از به صورت افقی حرکت نکرد، در عرض اگه حرکت نکرد، پس مشکلی نداره. الان من مشکلی نمی‌بینم و احتمالاً مشکلمون از یه جای دیگه باشه. خب از پشت بهش ضربه میزنم که بوربرینگ بیاد بیرون. خیلی راحت میاد بیرون. دستم میذارم و از پشت ضربه میدارم. اینم بوربرینگ و بوش داخلش. که ظاهرن بوربرینگ سالمه. خیلی هم ربو میچرخه. حرکت عرضی هم نداره. اوکی. پس بوربرینگ همون سالمه. یک احتمال دیگه وجود داره اینه که اینجا گشاد شده و بوربرینگ توش داره بازی میکنه. یا باید اینو عوض کنیم. الان میفهمیم. خب بعد از بررسی هایی که من انجام دادم متوجه شدم که بوربرینگ من سالمه و همچنین مکان قرارگیری بوربرینگ هم گشاد نشده بود و اون هم سالم بود. پس تنها گزینه‌ای که میمونه بوش توپی‌هایی هستن که چرخ دنده رو نگه می‌داره. بریم که بهتون نشون بدم. مرحله آخر کار برای اینکه خیالمون راحت بشه این خورشیدی دیگه لغ نمی‌زنه، با تیوب اینجاها رو پر می‌کنیم. تصویر بردار لطفاً، تصویر بیارید اینجا. به به، عالی.
در طول زمان این لاستیکا از ضخامتش کم میشه به واسطه فشاری که به لاستیک میاد. عرض کنم که با گذاشتن تیوب اینجاها، من الان یه دونه تیوب بذارم اینجوری، چرخندن هم میذاریم روش و دیگه عمرن لق بزنه. خب شاید الان خورده با فشار بره تو، ولی اشکال نداره. اوکی That's it. خب برای بستن چرخ ما دوتا بوش داریم. خب بوش بزرگ میشه میره سمت ترمز و بوش کوچولو میاد سمت چرخ دنده. اگه این دوتا رو برعکس بزنید و صفر کنید لاستیکتون حرکت نمی کنه. بزنید بلا گلن سر ما اومد. و مرحله آخر کافیه چرخ رو جا بزنیم و پیچاش رو ببندیم. بعد از اینکه پیچاش هم سفت کردید حتما مطمئن بشید که خورشیدتون لق میزنه یا نه. برو که بریم. آخره؟ محل آخره؟ امیزاده؟ بله بله محل آخره. مرسی. لاستیکمون هم بستیم. برای تنظیم زنجیر حتما یه نفر روی موتور بشینه موتور صاف نگه داره. از طرق این دوتا پیچ که گوشواره بهش میگن میتونیم زنجیرمون رو تنظیم کنیم. اگه شما دست منو بگیریم بین 2.5 تا 3 سانت باید زنجیرمون بازی کنه. خب دوستان اینم از ویدیوی آموزشی امروزمون. همونجوری که میبینید خوشیدی ما اصلا لغ نمیزنه و کاملا فیکس شده. اگر از تولید محتوای من خوشتون میاد لطفاً لایک و کامنت یادتون. در پایان دوتا ویدیو براتون میذارم که ممکنه به کارتون بیاد. تا ویدیو بعد.